پیسوان. برنامه نمک یادت نره. نمیدونی چقدر منتظرتون بودم. واقعا خوش اومدید. خوبی شما؟ خوش بختم ممنون. ببخشی با این دست باید مستقیم بری؟ بله. امروز مهمون سپیده جون هستیم. سپیده جون خیلی خوش اومدی و مرسی که توی این برنامه شرکت کردی. ممنون. روال برنامه رو میدونی چیه تا حالا؟ قبلا دیده بودی برنامه رو؟ بله. پس میدونی که مواد غذایی رو ما برای شما میاریم ولی شما نمیدونین که چی هست. ما شما رو اینطوری سورپرایز میکنیم، شما با هر چیزی که درست میکنیم ما رو سورپرایز میکنیم. حالا یه نظر بده، دوست داری چی باشه اینجا؟ کل غذای تازه، سبزیجات هست، خدا کنه سیفود باشه. واقعا سیفوده؟ چرا سیفود؟ سیفود سرپرایز نشد بود، چون تنها چیزی که خیلی سریع نه با قرار نگاه میکردی نه خوب بود، یه ذره حبال رو ریختم دیگه خوب بود. ولی واقعا دیگه شب نم خسته شده بودیم از بس که مرغ و گوشت برده بودیم با سبزی. آره. برای همین خیلی دیر میپزه، ماهی و میگو دو دقیقه پخته میشه. نمیدونی چه ماهی کم عجره داشتیم برسته بود کنم از اون زودتار آزر بشه. بسه یه طلب و اصلا سبزیجاتی هم که بودیم یه ذره متفاوته، همینطور رد شدیم یه چیزی برداشتیم، ولی خب تصمیم اونو بود که واقعا مواد غذایی دریایی رو برای بیاریم. البته سیفود خب درسته که سریعتر آماده میشه، ولی خب مهارت میخواد، یعنی هر کسی نمیتونه سیفود خوب در بیاره. حالا ببینیم شما چی کار میکنی. ببین ولی سپیده نمیدونم موافق هستی یا نه، شما هم حتما این تجربه رو دارید، سیفود ممکنه که خود گوشتش خیلی سریع آماده بشه ولی موادی که قراره بهش اضافه شه همیشه خرد شدن لازم داره، نمیدونم خیلی کار قبلش داره، تا میره سر پخت یه زودتر آماده میشه. ولی آره. نه ببینیم چی کار میکنه. اگه موافق باشی ما مواد غذا رو در بیاریم روی میز بچینیم، بعد شما تصمیم بگید دقیقا میخواد چی کار کنی با این سیفود. اوکی با ما همراه باشید. خب سپیده جون اینم از مواد غذایی که ما آوردیم دیگه. ما هم ماهی آوردیم و هم میگو، ببینیم شما میخوای چی کار کنی با این دوتا. خودش که زود درش رو باز کرد دیگه، نه سورپرایز شد نه هیچی، فهمید که نبوده قضیه دریایی. خوب شد دیگه خودش که چیز دیگه از خدا خواسته بود. آره راحت بود. آره. خب دیگه وقتش بود. ولی دیگه ولی یه چیزی ما امروز اضافه کردیم، این سیب زمینی شیرینه. آها. که این دفعه ما عوض کردیم، از اون فلفلای تندم آوردیم. آره که ببینیم قارچن نداشتیم. چه خلاقیتی به خرج میدیم. ما سعی کردیم برای این دفعه سبزیجات بیشتری رو بیاریم نسبت به برنامه های قبلی. آره. این بهترینه. جنجر. اوکی خب. زنجبیل. بله. خب حالا نمیدونم الان میتونی تصمیم بگیری یا بعد میخوای تصمیم بگیری چی کار کنی؟ من یه آیدیای خیلی خوب دارم. خب چی میشه بگی؟ میخوای نگی؟ نه نه اف کورس نمیگم. نمیگی؟ سورپرایز. پس اون چی کار همه رو خودم میخورم. اما هم برو خونه همون دیگه زیادشه. خب تو آماده؟ آره اول تشکر کنیم از اسپانسرهای عزیز، برنج هنری که قابل توجه همه هست، ظروف و لوازم خانگیه اشیا. اون کارت خیلی تیز و خوبه ها، الان خودت استفاده می‌کنی لذتشو می‌بری. وای مرسی. آره. همیشه من مشکل با کارت دارم. ممنون. آره. دیگه آره. مشکلت رفع شد. آره. خدا رو شکر. دیگه بهترین مواد غذایی برات تهیه شده. ببینیم که شما چیکار می‌کنی و چه خلاقیتی به خرج می‌دی برای پس بهانه قبول نیست. ما آماده ایم، موفق باشی. آره. ببینم چه برنجی برام آوردین. اوکی روش که خوبه. ببینیم تو پخت چجوری میشه. به نظرم اول باید با برنج شروع کنیم، چون من میخوام برنجم رو بپزم، بذارم آروم بپزه تا بتونم بقیه غذامو آماده کنم. دو تا چیزی رو که الان میخوام زود آماده کنم برنجمه و
من میخوام سویت پوتیتو رو آپس کنم که برای استارتر بتونم ازش استفاده کنم. توی نمک ریختم الان. برنجم رو خیس کردم با آب داغ. الان میپزم. من این کار از مادرم یاد گرفتم. مادرم همیشه برنج وقتی میخواست بپزه یه مقدار ماست میزد، همیشه به من میگفت هم برنج سفید میشه هم خوش طعم میگیره. اینو برای برنج سفیدی که با غذای میگومون میخواییم بخوریم برای مین کورس، در واقع غذای اصلیمون امروز، یکم ماست سفید به برنج میزنم. اینجام سویت پوتیتومونو، اون سیب زمینی شیرینمونو گذاشتم که آب پز بشه، ولی اینو برای استارتر استفاده میکنیم. من با این ماهی هامور تازه میخوام یه استارتر درست کنم، پیش غذا در واقع. باید این ماهی رو خوردش کنیم اول. قارچ رو خورد میکنیم، همه سبزیجات رو در واقع خورد میکنیم، آماده میذاریم هم برای مین کورس هم برای استارتر، ولی بعدا جدا جدا ازشون استفاده میکنم. بهتره که همه مواد رو اول آماده کنیم، بعدش میتونیم راحت غذا رو سریع آماده کنیم. قارچ رو شدن جدا میپزیم، با بقیه سبزیجات قاطی نمی‌کنم چون قارچ آب داره غذا رو خراب می‌کنه. من اینو از یکی از دوستام یاد گرفتم که آشپز خیلی خوبه ولی ایتالیاییه. این پیازشمونو خرد می‌کنیم. من می‌خوام اینو برای استارترم استفاده کنم. آخرشو می‌ریزیم دور. نمیخوام سبزیجاتو خیلی بپزم به خاطر اینکه همه شیرین میشه. به قول قدیمی ها دندونگیر میخوام باشه. بعد هم رنگ غذا رو قشنگ میکنه هم شکل غذا رو خوب میکنه. بر همین احتیاجم نیست که خیلی پخته بشه. بر همین درشت درشت باشه تو غذا خوشمزه است. ساقه بروکلی رو کوچیک میکنیم و گلاش رو درشت نگه میداریم. خب یه چیزی که خیلی ایرانی ها استفاده نمی کنن این فلفل قرمز و سبزه، من خیلی دوستش دارم. اینو برای استارتر استفاده میکنم که یکم مزه به غذا بده، هم غذامون رو خوشگل کنه. ولی یه ذره میریزم چون ما ایرانی ها عادت به غذای تون نداریم. فلفل دلمه‌ای رو برای مین کورس میخوام با بروکلی و هویج و یه مقدار کلم با قارچ. این هم یکی از چیزایی که هم خیلی خوشگل و خوش رنگه، بهتره هم درشت باشه همین که خیلی دوست ندارم پخته بشه، غذاش عوض میشه.
کلم میمونم از وسطش که مثل گل هست استفاده میشه اینجا این قسمت که هم شکلش قشنگ باشه هم تو غذا له نشه. به هر حال سبزیجاتمون رو ما همه نیم پز میکنیم، فقط یه بخارش میدیم در واقع. اینم گشنیز تازه است. گشنیز تازه رو من دوست دارم برای هر هم استارترم هم مینکورسم برای یه مقدار برای روی غذا آخرش استفاده کنم. هم طعم خوبی داره هم بوی خوبی. ولی مقدارش نمیخواد زیاد باشه. خیلی هم نمیخواد خورد بشه چون شکل گلش قشنگه. ماهیمون باید آب نداشته باشه، آبش باید بره، ولی خیلی نباید بپزه چون اگه خیلی بپزه له میشه. این استارتر ماست. در بسکتی که باز کردم سبزیجات تازه دیدم، ماهی، میگو، خیلی خوشحال شدم. دقیقا چیزی بود که من میتونستم راحت درست کنم. هم ما چون تو دبی زندگی میکنیم غذای دریایی بر ما خیلی راحته، خیلی خوشمزه است، خیلی سریع پخته میشه و فوق العاده غذای سالمیه. فکر کنیم میخواستم حالا غذای ایرانی درست کنم، بعد یک ساعت سبزی سرخ میکردم و هر مواد با هم یک اصلا کلا غذای ایرانی فوق العاده خوشمزه است ولی خیلی وقت میگیره و خیلی هم زمان میبره تا پخته شه. غذای دریایی خیلی راحت پخته میشه و زمان پختش خیلی سریعه. من در هر حال من خیلی شانس آوردم.